درود بر مردم نازنین کشورم زنان و مردان شجاع سرزمینم به اولین برنامه خبری امروز سهشنبه 18 مهر از کانال مردمی آوای ایران خوش آمدید در این بسته خبری با اخباری فوری و بسیار مهم در خدمت شما هستیم حمله سایبری اسرائیل به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی تایید شد سامانه موشکی و دفاعی ایران از کار افتاد

حمله سایبری اسرائیل به زیرساختای جمهوری اسلامی تایید شد سامانه موشکی و دفاعی ایران از کار افتاد صبح امروز و در خبری بسیار مهم منابع اسرائیلی اطلاع داده اند که حملات سایبری گسترده ای بر علیه زیرساختها و سامانه های دفاعی جمهوری اسلامی آغاز شده است. گویا اسرائیل قصد دارد برای پیش بردن پلن بزرگ خود ابتدا زیرساخت های نظام را هدف قرار دهد ده و سپس با حملاتی گسترده سپاه را در قلب ایران هدف جنگنده ها و بومبفکن های خود قرار دهد. ده این خبر بلافاصله رنگ واقعیت به خود گرفته و مرکز مدیریت راهبردی افتا وابسته به نهاد ریاست جمهوری در ایران با انتشار اطلاعی این نسبت به احتمال بروز حملات سایبری علیه زیرساخت های کشور هشدار داد این اطلاع رسانی همزمان با آغاز حملات موشکی و زمینی حماس علیه مواضع اسرائیل صورت گرفت در هشدار منتشر شده از مراکز مرتبط با این نهاد خواسته شده بلافاصله هر گونه رخداد سایبری مشکوک را به مدیران این مجموعه گزارش کنند از جمله توصیه های ارائه شده در متن این اطلاعیه قطع دسترسی به خدمات سایتهای ایرانی از خارج از کشور است که به اصطلاح به آن ایران اکسس گفته می شود. در این اطلاعیه همچنین از متخصصان فنی، سایبری و تیم‌های واکنش سری در کشور خواسته شده تا به صورت شبانه روزی در دسترس باشند. پیشنهاد قطع دسترسی سایت‌های داخلی از خارج از کشور در حالی ارائه شده که پیش از این گروه‌های مختلف هکری موفق شده اند. حملات سایبری تاثیرگذاری را علیه زیرساخت‌های ایزوله ایران انجام دهند. حمله سایبری به زندان اوین و نیز حمله به جایگاه های پمپ بنزین در آبان 1400 که باعث ایجاد اختلالات طولانی مدت در فرایند سوختگیری در کشور شد از جمله این حملات به حساب می آگند. همچنین در خبر مهم دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرده کنترل کامل حصار مرزی این کشور با نوار غزه را به دست گرفته است. همزمان گزارشات از ادامه حملات اسرائیل به غزه حکایت دارند ارتش اسرائیل روز سهشنبه 18 مهر اعلام کرده کنترل کامل حصار مرزی این کشور را با نوار غزه به دست گرفته است ریچارد یکی از نظامیان بلندپایه ارتش اسرائیل بار دیگر از مردم غزه خواسته این منطقه را ترک کنند او به مردم غزه توصیه کرده با توجه به باز بودن گذرگاه رفح از طریق این گذرگاه به مصر بروند تایمز اسرائیل گزارش داده ارتش این کشور شب گذشته بیش از دویست نقطه در نوار غزه را هدف قرار دادند وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده در حملات اسرائیل به نوار غزه تا کنون 704 فلسطینی جان خود را از دست دادند و 3900 نفر زخمی شدند سازمان ملل متحد نیز گزارش داده در پی حملات اسرائیل به نوار غزه 790 خانه تخریب شدند 5300 ساختمان آسیب دیدند و دسترسی 400 هزار نفر به منابع آبی قطع شده است. همزمان آسوشیتد پریس به نقل از مقامات اسرائیلی نوشته تا کنون بیش از 1500 جسد متعلق به شبه نظامیان حماس در خاک اسرائیل پیدا شده است. این در حالی است که به گزارش روزنامه ها آرتس در حملات حماس تا کنون دست کم 900 اسرائیلی کشته و 2400 تن دیگر زخمی شدهاند. واشنگتن پست اما در گزارشی به نقل از مقامات امنیتی تی غربی و خاور میانه ای گزارش داده حمله به اسرائیل با حمایت عمده جمهوری اسلامی که شامل آموزش نظامی و کمک لوجستیکی و همچنین ده ها میلیون دلار برای تسلیحات می شود از یک سال پیش طراحی شده بود در این گزارش که در پی گزارشی مشابه وال استریت جورنال منتشر شده با اشاره به اعتراف مقام ها در ایران به پرداخت مبالغ هنگفت برای کمک به شبه نظامیان به نقل از یک مقام امنیتی قربی آمده است، اگر به کسی نحوه به کارگیری سلاح را آموزش دهید انتظار دارید در نهایت از آن استفاده کنید بیش از ده مقام امنیتی و تحلیلگر نظامی به واشنگتن پست گفتند حمله در چنین مقیاسی بدون کمک قابل توجه خارجی برای شبه نظامیان فلسطینی بسیار چالش برانگیز می بود به گفته ی مارک پلی افسر ارشد سابق عملیات CIA که در نقش ضد تروریسم در خاورمیانه خدمت کرده میزان آموزش تدارکات ارتباطات پرسنل و تسلیحات مورد نیاز در حمله حماس رد پای عظیمی ایجاد کرده که هم نشان دهنده مداخله جمهوری اسلامی است و هم نقصان امنیتی اسرائیل با این حال مسئولان جمهوری اسلامی که گویا از روز پیش دچار ترس و استراب شدیدی شدند برعکس روزهای اول حمله حماس دخالت خود در این جنگ را انکار می کنند در حالی که رسانه های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با ابراز خوشحالی از حمله حماس به اسرائیل آن را نتیجه کمک های جمهوری اسلامی دانسته اند، علی خامنه ای امروز گفته که رژیمش نقشی در این حمله نداشته و فلسطینی ها خودشان این کار را به تنهایی انجام دادند. خامنه ای گفت ما البته از فلسطین و مبارزات دفاع می ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و شجاع فلسطینی را میبوسیم و به آنها افتخار می اما آنها که میگویند کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست ملت فلسطین را نشناختند و محاسبه غلط می کنند البته همه دنیای اسلام موظف است که از فلسطینی ها حمایت کند و به اذن الهی حمایت هم خواهد کرد اما این کار خود فلسطینی هاست در غزه و اسرائیل اما حملات همچنان ادامه دارد حساب رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس از آغاز دور جدید حملات به مواضع گروه تروریستی حماس از دریا و آسمان خبر داد در خبری که این حساب اعلام کرده آمده طی ساعات اخیر جنگنده ها و شناورهای ارتش اسرائیل به بسیاری از اهداف سازمانهای حماس در سراسر نوار غزه حمله کردهاند این اساس اعلام شده که ده ها جت جنگنده در طول شب به بیش از دویست هدف در نوار غزه حمله کردند شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داده که قایق‌های مسلح اسرائیلی بامداد سهشنبه سواحل غزه را موشک باران کردند بنابر اعلام الجزیره بمباران از دریا همزمان با حملات هوایی هواپیمای اسرائیلی به مناطق مختلف نوار غزه بوده که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از جمله چندین خبرنگار و تخریب عمده تعدادی از ساختمان ها و تأسیسات حیاتی شد روز شنبه هماس گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی حملات تروریستی را در خاک اسرائیل صورت داد که در پی آن صدها نفر کشته و زخمی شدند در واکنش به این حملات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه گروه حماس اعلام جنگ کرده در سه روز گذشته صدها نقطه در نوار غزه که اسرائیل میگوید مراکز مرتبط با حماس بوده بمباران شده است ژنرال چارلز براون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که در بحران اسرائیل دخالتی نکند این هشدار بعد از آن صادر شده که حزب الله لبنان گروه شبه نظامی مورد حمایت ای ایران موشکهایی را به شمال اسرائیل شلیک کرده کاخ سفید نیز روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در حملات حماس به اسرائیل همدست بوده است اگرچه ایالات متحده هیچ مدرکی دال بر مشارکت مستقیم ایران در این حملات ارائه نکرده براون گفته پیام من به ایران این است که درگیر نشوید ایالات متحده نمیخواهد درگیری ها در منطقه گسترش یابد دو رسانه آمریکایی وال استریت جورنال و واشنگتن پست به ترتیب در روزهای یک شنبه و دوشنبه از دستیابی به شواهدی روشن مبنی بر دخالت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی در حملات روز شنبه حماس به مردم اسرائیل خبر دادند این در حالی است که مقامات دولت بایدن میگویند مدرکی داله بر مشارکت مستقیم جمهوری اسلامی در حملات گروه حماس به اسرائیل در دست نداریم روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در مقال ای به نقل از مقامات پیشین و فعلی اطلاعاتی نوشت شبه نظامیان فلسطینی حماس که با حمله قافل گیر کننده به اسرائیل بیش از 900 نفر را کشته و تعداد زیادی را مجروح و زخمی کردند حداقل از یک سال پیش با کمک جمهوری اسلامی در حال طراحی این حمله بودند این روزنامه افزود این مقامات اطلاعاتی روز دوشنبه گفتند که ایران به شبه نظامیان فلسطینی آموزش نظامی کمک لوجستیکی و ده ها میلیون دلار برای خرید تسلیحات و تجهیزات ارائه کرده و هرچند دقیق جمهوری اسلامی در حمله شنبه مشخص نیست اما این حمله نشان دهنده جاه طلبی تهران برای محاصره اسرائیل با شبه نظامیان مجهز به تسلیحات پیشرفته است یک مقام امنیتی غربی نیز در دهمین ده رابطه و با اشاره به اعتراف مقامات تهران به پرداخت مبالغ هن گفت برای کمک به شبه نظامیان مورد حمایت خود به واشنگتن پست گفت اگر به کسی نحوه به کارگیری سلاح را آموزش دهید انتظار دارید در نهایت از آن استفاده کند. وال استریت جورنال هم یک روز قبل در گزارش اختصاصی به نقل از اعضای ارشد حماس و حزب الله لبنان نوشته که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به برنامه ریزی حمله قافلگیرانه حماس به اسرائیل کمک کردند. به گزارش این روزنامه فرماندهان سپاه پاسداران از ماه مرداد جزئیات این عملیات را طی جلسات متعددی در بیروت با حضور نمایندگان چهار گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله حماس، حزب الله، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و جهاد اسلامی فلسطین طرحریزی کرده بودند. با این حال جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید روز دوشنبه گفته ایالات متحده هنوز اطلاعات یا مدرکی دال بر مشارکت مستقیم جمهوری اسلامی در حملات گروه حماس به اسرائیل در دست ندارد او در عین حال افزوده اما رژیم ایران چون مدت هاست که از حماس و سایر شبکه های تروریستی در سراسر سر منطقه با آموزش توانمندی و تأمین منابع حمایت می کند شریک جرم است. یاران و همراهان گران قدر به پایان این بسته خبری از آوای ایران رسیدیم فراموش نکنید اتفاقات با سرعت در حال رقم خوردن پس در ساعتهای آینده و با برنامه های خبری آوای ایران از دقترین اخبار روز با خبر باشید.